پیش به سوی تشکیل شورای ملی ایران. صحبت سر این بودش که بیشتر تلفن ها خانم ها زنگ زدن و کمک کردن تا آقایون. من گفتم دلیلشون نیستش، خب همیشه خرج دست خانم هاست یا برصد آقای نشسته اونجا خانم گوشی رو برمیده. چی فکر کنید آقای دلشاد عزیز؟ همه کارا بیشتر دست خانم ها. بله بله، منم که وقتی میرفتم برای الکشن همیشه میرفتم پلو خانم ها، اونا اجازه میدادن به شوهرشون به من رای بدن. بله. اگه اجازه نمیدادن باور کنید نمیدادن، چون که اونا هستن که تصمیم میگیرن. مردا فقط میرن کار میکنن، خانم ها تصمیم های مهم رو میگیرن. مردا میدونن چه موقع گاربیج ببرن بیرون. خانم ها احساساتی تر هم هستن و خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن، به خصوص این شرایطی که الان در ایران هست میبینیم و متاسفم واقعا ما هممون دلمون به درد میاد، چون حتی هوای آلوده که جدیدن شنیدیم بله چقدر بسیار. بیماری در ایران هست، آزادی نیست، رفاه نیست و امیدوارم یه روزی حداقل آزادی که هر کشور دنیایی داره مملکت ما هم داشته باشه و بتونیم از یک آزادی ساده‌ای که همه دوست دارن برخوردار باشیم. یه مسئله که یکی از مسائلی که آقای پیرزاده وقتی با من صحبت کرد در رابطه با این همایش و این حرکت من رو به وجد آورد و به اینجا کشوند این بودش که امروز کشور ما در مشکل بزرگ و فشار بزرگی از کشورهای اروپا و آمریکا و هر لحظه امکان جنگ و این خطر بزرگ وجود داره. امروز ما لازم داریم که به هر صورت دست به دست هم بدیم و این شورای ملی با حتی اگر گفتم عقایدمون موافق با امروز ایران نیست، ولی بتونیم نذاریم که بیگانه‌ای به کشور ما حمله بکنه و یا بخواد مردم ما یا فامیل ما و اقوام ما زیر بمباران کشورهای دیگه قرار بگیره. الان ایران مطرحه، همینطور بله. که شاهزاده رضا پهلوی گفتن بله. مسئله فقط ایرانه. بعد وقتی که انشالله ایران ما آزاد شد و جنگی وجود نداشت، تونستیم رای گیری کنیم، رای اکثریت رو باید بپذیریم، مثل همین امریکا که دو گروه هستن و مردم قبول میکنن. ما بیشتریم، ولی ما ماشاءالله 48 گروه 50 گروه داریم، ولی هدف باید آزادی ایران و پابرجا بودن مملکتمون. اول ایران مهمه، بعد هر کسی و هر مرامی هر ایدئولوژی. به نظر من بعضی تلفن ها مثل که کار نمی کنه. نه دلیلش این استش که آقای وطنخواه ایشون بریک گرفتن، ولی میکروفون رو به کسی دادن که الان ما معرفیشون بکنیم مطمئنن تلفن ها منفجر، تلفن ها پشت سر هم زنگ بکنید. برمیگردم به 32 سال پیش. 32 سال پیش بنده یه پسر تینیجر بودم، دروغ نمیگم بهتون، میتونید بپرسید، و افتخار همکاری داشتم با یکی از چهرهایی که در کودکی در برنامه آقای مربوطه میدیدمش و هیچ وقت فکر نمیکردم که یه روزی با او همکاری کنم. رافی خاچاتوریان در اون گوشه صحنه هستش، دوست نازنین و یک انسان وطن دوست. خیلی ممنونم علی جان، شما هنوز تینیجر ما هستین، بین ما هنوز شما تینیجر هستین و من خوشحالم که امروز هم باز بین دوستان و یاران خودم هستم. شما هموطنان عزیز که در خونه نشستین نمیدونین اینجا چه شور و غوغایی است. با اینکه بعضی از این دوستان 48 ساعته مثل آقای سهراب اخوان که کارگردانی برنامه دارن 48 ساعته همینجوری روی پای ایستادن، بعضی از دوستانی که اینجا میبینین دارن تلفن‌ها رو جواب میدن دیشب در اینجا باقی موندن، چون برنامه که تکرار میشد تلفن‌های زیادی گرفتن. امشب هم این برنامه‌ها تا صبح تکرار خواهد شد و ما از شما میخواییم به بعضی از دوستانتون در هر کجای دنیا که هستن، اگه الان اونجا شبه و ممکنه خواب باشن نمیبینن، اطلاع بدین که بازپخش این برنامه رو ببینن و دوباره همیاری و همکاریشون رو با شورای ملی شروع بکنم. از شما هم که طی این دو روز شرکت کردیم، بعضی از دوستان هموطنان ما یکی دو بار سه بار تلفن زدن، اول 50 دلار بعد 20 دلار اضافه کردن بعد 150 دلار اضافه کردن. از شما هم تقاضا دارم اگر در حد تواناییتون هست میتونین که یک بار دیگه تلفن بزنین با هر مقدار، برای ما هیچ فرقی نداره، یک نفر 1000 دلار 2000 دلار میده یا 20 دلار و 50 دلار میده. باور کنین همون اندازه که این
تلفن به صدا در میاد و یه نفر اظهار کمک به ما میکنه، ما رو بسیار بسیار خوشحال میکنه. بنابراین شما هم میتونین همین حالا اگر هم کمک کرده باشین با هر مقدار که میخواهید تلفن ها رو بردارید و دوباره کمک خودتون رو تجدید کنید. شما با هر بودجه‌ای که هستین، حتی اگر از دولت ماهی 800 دلار، 1000 دلار، 1200 دلار میگیرین، این یه دونه تک 20 دلار رو، 50 دلار رو میتونید از بودجه‌تون کسر کنید. هیچ نوع ضرر مالی نخواهید دید، به هیچ وجه کمبودی هم احساس نخواهید کرد، بلکه من فکر میکنم خیلی خوشحالتر خواهید شد در هر سن و سالی که هستید. با هر بودجه‌ای که دارید یه دونه 20 دلاری به این شورا کمک کنید و مطمئن باشید برای ما در لیستی که تهیه میکنیم همگی در همون یه اندازه هستن که 1000 و 2000 و 5000 دادن بالاتر، یا کسانی که 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار. بنابراین هم خودتون هم دیگه به دوستان و اقوام و آشنایان تلفن بزنید و از اونا بخواید که به ما کمک کنن. اجازه بدین با یکی دو تا از این دوستان صحبت کنیم، با اینکه اکثرا مشغول هستن ولی ازشون بخوایم یه ریپورتی به ما بدن. اول بریم سراغ تناس خانوم. یک ثانیه تناس جانی، چجوریه که شما همیشه مشغول تلفن هستین؟ خواهش میکنم، من خدمتتون بگم اولا با سپاس از همه دوستان عزیزی که اینجا کمک میکنن. در قسمت دیگه هم تلفن ها هست که خیلی وقتا اونجا پاسخ گوش هستیم. از دیروز سالا واقعا همیاری و کمک شما باعث شادی دوچندان ما شده، سپاسگزار شما هستیم. در جواب آقای امیر قاسمی بگم که من خودم با هم خانوم ها و هم آقایون بسیاری صحبت کردم، مبالغ بسیار زیادی رو دادن. خانوم ها تماس میگیرن ولی آقایون هم تاج سرن، تماس میگیرن. تماس شما رو بیشتر میخوایم آقایون، ساپورت شما رو بیشتر میخوایم. و همطور که آقای جیمی دلشاد هم گفتن، بله خانوم های ایرانی شیرزن هستن و تماس میگیرن و در واقع از اون اصل خانواده هستن که این کار رو انجام میدن. دوستتون داریم، چه جوان ها، چه خانوم ها، چه آقایون، چه افراد مسن که با وسعی که همین که دارن. من بارها تماس گرفتن گفتن من سینیور سیتیزن هستم، مبلغ کمی رو پرداخت کردم. مهم حضور شماست، مهم این دلگرمی است که شما به ما میدید که یک دنیا برای همه ما ارزش داره. و مهم اینه که شما تلفن رو بردارید در اندازه وسع خودتون، هر میزان که هست. مهم این هست که در کنار هم باشیم، کمک بکنیم تا انشالله این کار را بیفته و ما بتونیم به اون آرزویی که داریم و به مکنونات قلبی خودمون برسیم. سپاسگزار شما هستیم و امیدواریم که گوشه های تلفن رو بردارید، با ما تماس بگیرید و هر چه زودتر صدای نازنین شما رو بشنویم و بتونیم واقعا کمک های بیشتری رو جمع بکنیم برای شورای ملی. خسته نباشید میگم همچنین به فریبا جان عزیز، جناب دلشاد عزیز و آقای امیر قاسمی عزیز. با سپاس فراوان. مرسی تنها جان. بی خود نیست شما گوینده شدی، ماشاءالله میکروفونو بگیری میری. از آقای پارسا بیشتر میتونی صحبت کنی فکر کنم. البته من نمیتونم هیچ وقت پیش کسوتی چون شما رو. بله خواهش میکنم، در خدمتتونم. خیلی ممنونم. اینجا هم یکی از دوستان زحمتکش ما، همیشه از جزو کسانی که بسیار بر ما زحمت میکشه. دوست عزیز میتونی چند دقیقه بریک بگیری با هم دیگه صحبت کنیم؟ خب من فکر کنم چون دوستان همه مشغول هستن بهتره که ما اینها رو به کار خودشون وا بذاریم. فقط از شما خواهش دارم کاش که اینجا بودین میدیدین که چقدر شور و حاله. من مطمئنم در بسیاری از خونه ها هم همون شور و حالی که اینجا هست در خانه های شما هم هست. پس بنابراین این شور و حال رو بیشتر کنین با صدا در آوردن تلفن ها. اینجا الان من میدونم همه تلفن ها مشغول هستن. خانم چه خبر شما؟ خیلی خبر است. خبرهای خوب و فوری بدیم بینیم. بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا ملت ایران دارن پشتیبانی میکنن. واقعا دیگه روزی رسیده که همه دستا رو بالا کردن، به قول معروف با هم همکاری بکنن و بتونیم این جمهوری اسلامی لعنتی رو از پا بندازیم.
انشالله. این خانم هم از دیروز تا حالا من میبینم یک سر اینجا هست و داره زحمت میکشه. من سخنم رو کوتاه میکنم و از شما بازم خواهش میکنم امشب این برنامه تکرار میشه، در موقع تکرار شما به دوستانتون در کشورهای دیگه اطلاع بدین که دوخی جا منو ماسک نکنین، تلفن بزنین و از اونا بخواین در بازپخش این برنامه با ما شرکت کنن و تلفن بزنن. شما میتونین برای دومین، سومین، چهارمین بار تلفن بزنین، $10 اضافه کنین، $20 اضافه کنین، $50 اضافه کنین تا اینکه ما به هدفی که همانا آزادی ایران و ایرانی از دست آخوندهای ستمگر و خونریز و دیگه هر آنچه که بد در این دنیاست میشه پسوند این آخوندها کرد، رها بدیم مملکت و هم میهنان خودمون رو. از دوربین خواهش میکنم برن سراغ آقای دلشاد و عزیز من خانم پورر خانم و آقای امیر قاسمی. روز بخیر شما، منتظر شما هستیم همچنان. امیر رضا میبینید چقدر موثره، یه چهره‌ای که مردم دوستش دارن، محبوبه، مثل رافی خاجاتیان وقتی میره به اون قسمت ماشاءالله تلفن‌ها دیگه نان استاپ زنگ میزنه، ما همه دوستش داریم و واقعا براش ارزش داره. همینطور ازش یه مسئله رو بعد اینجا عنوان کنم. آقای عنایت، خانم عبدی، آقای عنایت هستن؟ خانم عبدی، خانم عبدی، آقای عنایت فرمودید؟ آقای عنایت زنگ زده بودن، من یه مشکل دارم با این آقای عنایت. اونم این است که آقای عنایت زنگ زدن و گفتن که من میخوام $220 کمک کنم. $200 برای لیلا فروهک سیدی دارم قراره بگیرم، $20 برای امیر قاسم. این یه مداد دردناکه. نه حتی خب قبلا کمک کردن $1000 برای شما. امیدوارم که یه بار دیگه زنگ بزن آقای عنایت، اقلا این $20 رو $5 کنن. خواهش میکنم، نه حداقل $400ش کنین که علی رضا ناراحت نشه. این وضعی تو دیپرشن نرم. دقیقا. خب خیلی خوشحالیم تلفن ها به صدا. میخواستم یه پیشنهاد کنم، هر کسی که تلفن بکنه و آقای عنایت $80 دیگه برای من شد $100. آقای عنایت بکنید $200 اینه که ما بعدا مشکل پیدا می‌فرمایید. آره می‌خواستم پیشنهاد کنم اگر که کسی بخواد تلفن بکنه و اگر که اسم منو بگن حاضرم براشون یه عکس رسمی خودم رو امضا کنم به اسم خودشون براشون بفرستم و اگر اونایی که از $1000 به بالا میدن دعوتشون کنم برای نهار توی بیولی هیلز با یکی از ستارهای مخصوص بیولی هیلز، ممکن آقای لری کینگ یا کسای دیگه، برای لاچ ببرمشون بیرون. به عالیه. خب ما میدونیم رابطه جیمی دلشاد هم با لری کینگ چقدر نزدیکه و چقدر با هم دیگه دوست هستن و ایران موقعیت خیلی خوبی هستش. $1000 های خودتون رو آماده کنید که لانچ با لری کینگ داشته باشید و جیمی دلشاد یا ستاره های دیگری که در حال آقا جنیفر لوپزی انجیلو چولی شما فکرم $1000 بدین برای این اگر اونو باشن صد دست رو آره ممکنه نیکول کیدمن باشه، نیکول هم عادیه، بسیار عادیه، بستگی داره کیا بس باشه باشه رسید نمیدونم اقلا آقایون هم بگین دیگه. بله بله صد دست. من فکر کنم که باید از کسای دیگه صحبت بکنیم، دوستان دیگری که در بخش پیام های بازرگانی و ادورتایزینگ هستن، اونها هم با این اسپانسرهای بزرگ خودشون تماس بگیرن. بله. مثل خانم حکیمزاده نازنین، خانم روبینا، ماتوبوسیان و همه اینها با صحبت کنن و فردا خبر خوبی خواهیم داشت با این مهمانهایی که داریم و مطمئن هستم که فردا بعد از ظهر هم مثل که 5 بعد از ظهر باز دوباره قرار مدیران شبکه ها در کنار هم قرار بگیرن. امیدواریم که این دفعه بیشتر از دیروز هم باشه. انشالله فردا تلویزیون رو که باز میکنیم هر کانالی رو بزنیم این تصویر رو پخش کنه، تصویر همیاری شورای ملی. من فکر کنم علی رضا جان ما هممون یک سربازیم برای آزادی ایران، منتها سربازی که اسلحه‌هامون رو زمین بذاریم و با یک شاخه گل دور هم جمع بشیم، این همبستگی رو بیشتر و بیشتر کنیم و میدونم میشه انشالله. این اول راهه، ما اولین باره که یه همچین چیزی رو میبینیم که رسانه ها، هنرمندان، چهره های معروف مثل آقای دلشاد یا امیر عزیز، دیزاینر معروف یا کسای دیگه جمع میشن و کمک میکنن به این مسئله. باز تماس بگیرید، شماره 818-734-7100 818-564-4278. خب اگر موافق هستید، دوستان زیادی در انتظار هستند که در مقابل دوربین قرار بگیرن. با تشکر از آقای اخوان که این بخش برنامه رو
با ما همراهی کردن و همه برنامه امروز دارن با بچه ها همکاری میکنن. خسته نباشیدن میگیم به تمام گروه فنی و کسایی که پشت دوربین هستن و تصویر ما و صدای ما رو دارن به شما میرسونن. همشون خسته نباشن. بچه های تکنیکی، من چون خودم از اون ور دوربین همیشه میام، خسته میشم، دوست دارم از بچه های اون ور دوربین بیشتر صحبت کنم. خانم گلستان نازیلا، خانم گلستان عزیز، آقای پیرزاده که واقعا زحمت کشیدن، خسته نباشن، کار زیاد هستش و حرکت همچنان ادامه داره. تلفن تماس بگیرین، خواهش میکنم. اگر موافق هستید یک ادامه بدیم با آقای وطنخواه و ما از شما خداحافظی کنیم. آقای وطنخواه آماده هستی؟ شما میکروفون رو به دست دارید که ما بتونیم با شما صحبت کنیم و ببینیم چه خبر هست. اجازه میدید ما هم خداحافظی کنیم؟ خواهش میکنم. مرسی از شما. ایشالله که موفق و سربلند باشین به امید آزادی ایران. مرسی. منم همینطور تشکر میکنم از شما و تلفن کنید. از همه چی مهمتر اینه که تلفن کنید. 818 734 7100 تلفن کنید. بعضی تلفن ها زنگ نمیزنه. بله. با طناز فتی بخواید حرف بزنید. بله. واقعا بعد از طناز عزیزم تشکر کردم. دیروز خیلی گریه میشه، روزش میخنده. واقعا احساساتیه و مارم به همین حالت در آورد. من دیروز واقعا گریه منم در آوردید خونه. مرسی از شما. بریم سراغ آقای وطنخواه عزیز و تلفن های شما که من در انتظار اون هستیم. با سپاس فراوان از شما. خب اینجا اوکی. نازنینان سپاس میگم از اینکه دارین تلویزیون رو، شورای ملی رو حمایت میکنین از طریق 5 تا 6 تلویزیون. امیدوارم همه این رو پخش میکردن، ولی فرق نمیکنه. اون کسانی که پخش میکنن دستشون درد نکنه. این کار برای دولت به خصوصی، سیاست به خصوصی، حکومت به خصوصی، برای ایرانه، برای همیانانی است که در ایران گرفتارن و 7 میلیون آوار در سراسر جهان داریم. شورای ملی شروع کرده برای فعالیت، برای آزادی ایران، برای برگشت دموکراسی به کشور ما. تمنا میکنم بی توجهی نکنید، بی تفاوت نباشید و سکوت نکنید. این کار برای ایرانمون است. 34 سال فرصت رو واقعا دست دادیم، الان داره کار قشنگی انجام میشه. تمنا میکنم این تلفن ها رو به صدا در بیارید. منتظر تلفن ها شما هستیم. الان 8 نفر اینجا، 6 هفتشون خانم ها هستن، یک آقا هم نشستن اونجا دارن تلفن ها جواب میدن. تمنا میکنم اجازه ندید حتی این تلفن ها 1 دقیقه ساکت باشه، برای که ما کار غیر از این نداریم امروز و فردا. فقط میخوایم بودجه تهیه بشه برای شورای ملی که کارشو شروع کرده، بتونیم همراهی داشته باشیم، وظیفه ملی میانه خودمون انجام بدید. من به نوبه خودم، این همیارانی که اینجا هستن دارن کار خودشون انجام میدن، وظیفه شما هم هست که در منزل، در محل کارتون، هر کجا که هستین، جناب دشاد درود بهتون، کار وظیفه خودتون انجام بدید. مبلغ مهم هست. اگر شما 1 دلار کمک کنین، به نظر من برای ما 1 میلیون قیمت داره. یعنی دلتون میخواد برای کشور کاری بکنین، وسعتون این است که بگین 1 دلار. ولی هستن ایرانیانی که میتونن مبالغ خیلی بالایی رو کمک بکنن. باورم بکنین هیچ کجا نمیره. این کمکی که الان برای آزادی کشور بکنین، به جای که نتیجه کار و زحمتتون رو کشورهای خارج میبینن، اقتصادشون رو میسازن، رفاه برای مملکتشون مملکتشون درست میکنن، بیام این رو برای آزادی کشورمون انجام بدیم. اگر بیزینسی دارین، اگر درآمدی دارین، بیام کاری بکنیم کشورمون رو آزاد بکنیم و این درآمد در مملکت خرج بشه. هم خودتون لذت ببرین، استفاده بکنید، هم میهنان در داخل ایران، آخوند و شیخ و ملا بالا سرش نباشه، کشورشو غارت بکنن، بدزدن، به جانشون بیافتن، بهشون تجاوز بکنن و همه رو آواره جهان بکنن. این وظیفه من و شماست. این وظیفه رو اگه انجام ندیم، کوتاهی کردیم و اون چیزی نیست که ما شایسته‌اش که الان انجام بدیم. 37 سال گذشته، 34 سال پوزش میخوام، تکون بخوری میشه 37 سال، میشه 40 سال. زمانی که در مقابل رژیم بلند بشیم، حمایت بکنه شورای ملی که کارش فقط برگشت آزادی به ایران، برگشت دموکراسی به ایران و یک انتخابات آزاده. اجازه ندیم این شیخ و ماخوند و ملا کشورمون رو بیش از این نابودش بکنن. 34 سال نابودی بسیار طولانی بوده. ساختن ایران زمان میبره. برای هر زمانی که این جنایتکارا از کشورمون به پایین بکشیم، قدمی به جلو برداشتیم. این وظیفه من و توه. وظیفه تک تک ماست که این کار انجام بدی. سپاس میگم اگه مرتب تلفن بکنید و حمایت بکنید، کاری که داره برای کشورمون، برای هویتمون، برای نسل گرفتار در داخل انجام بشه. بهتون سپاس میگم. پیش به سوی تشکیل شورای ملی ایران.